درود بر رهروان آزادی مردم شجاع میهن عزیزمان ایران به دومین بسته خبری ویژه امشب از کانال خبری کیوسک خوش آمدید خبر ویژه از وضعیت نیروهای سرکوبگر مردم ادامه دهند مزدوران توان سرکوب ندارند لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم خبر ویژه از وضعیت نیروهای سرکوبگر مردم ادامه دهند مزدوران توان سرکوب ندارند در حالی که حکومت سعی داشت با غرق کردن خیابانها و گسیل مزدورانش مردم را وحشت زده و معیوس کند مردم شجاع و آزادیخواه ایران این بار هم موفق شدند اقتدار نظام دیکتاتوری را در هم بشکنند و با وجود سختی های فراوان فریاد مرگ بر دیکتاتور خود را در خیابان های ایران بلند کنند در همین ارتباط یک اکانت برانداز این گونه شرایط روز گذشته را توصیف کرده دستگاه سرکوب دیروز تقریبا تمام توانش رو گذاشت حتی بیش از توانش نیروهای آموزش ندیده و بچه و پیرش رو آورد تو میدون اما باز هم ما انقلابیون تونستیم تو اون جو سنگین فریادمون رو بلند کنیم و ثابت کردیم اینا هیچی نیستن سلاح اینا در برابر سلاح ما که جمعیت ماست هیچی نیست در همین بین انتشار یک توییت از علی خامنه ای رهبر دیکتاتور نظام بیش از پیش ترس و حراس او از مردم را نمایان کرد او در توییت خود با ترس و نگرانی نوشته است باید مراقب باشیم این که میگوییم دشمن دارد ضعیف می معنایش این نیست که نمیتواند دشمنی کند مکر کند و ضربه بزند می تواند مشغول نقشهکشیاند ما باید خوابمان نبرد ما باید قافل نشویم ما یعنی چه کسانی یعنی مسئولین و آهاد مردم در همین بین انتشار های نیروهای سرکوبگر که با عجز و ناتوانی در جوبهای شهر در حال نفس تازه کردن هستند بازتاب فراوانی داشته است در همین ارتباط یک اکانت مبارز در مورد این تصویر نوشته است سوای شجاعت فراتر از حد انتظار مردم با تمام محدودیت های حکومت نظامی برای سالگرد محسا هرچند به شکل حضور پراکنده امنیتی شدن فضا با آنکه مانع است تماماً به ضرر ما نیست این صحنه ها بی تفاوتها را بیشتر کلافه می کند و هزینه مالی و روانی به دستگاه سرکوب تحمیل می کند از طرفی به خودی ها حس بحران می دهد جای امنیت به خصوص در روزهایی که میشنوند با وجود حضور لشکریانشان در خیابان تلفات هم دادند. فریبرز کرمی زند نیز در همین رابطه با انتشار توییتی گفته این جو آماده باش سراسری نیروهای سرکوب اگر ادامه پیدا کند ماشین سرکوب جمهوری اسلامی دچار فرسودگی می شود مادی و روحی و روانی برخی از این نیروها چند صد کیلومتر از محل زندگی ننگین و مزدورانی خود دور شدهاند و فشار بیشتری به آنها وارد می شود او در توییتی دیگر و با بررسی شرایط میدانی روز گذشته نوشته است یک کماکان بار اصلی سیستم سرکوب جمهوری اسلامی را یگان موتور سوار بر عهده دارد چه برای مزدوران آشکار و چه برای لباس شخصی های مزدور دو در تهران از لباس شخصی برای نفوذ در هسته اولیه تجمع و مقابله با افراد تاثیرگذار بیشتر استفاده شد سه ترس و استیصال و دستپاچگی نیروهای سرکوب که قطعا نشأت گرفته از استرس فرماندهان بوده و آنها نیز از مسئولان ارشد نظام تأثیر گرفتهاند کاملا مشهود بود و این یعنی پذیرش شکست اما تقلا برای بقا چهار هزینه بسیار سنگینی به حکومت بابت این سطح از امنیتی کردن شهرها وارد شد این هزینه صرفا مالی نبود بلکه طبعات سیاسی و اجتماعی آن به مراتب بالاتر بود و به آنان چه داخلی و چه خارجی که برای سرنگونی دو به شک بودند اثبات کرد که جمهوری اسلامی سرنگونی را پذیرفته و آن را بیخ گوش خود میبیند. پنج فرسودگی نیروها در همان روز اول به چشم آمد. کاربری در این باره نوشته آنچه از لشکرکشی رژیم به خیابانها در روز محسا متوجه شدیم این مهم بود که رژیم بیشتر از مردم ایران به این باور رسیده است که خطر سرنگونیش جدی است سخنان اخیر علی خامنه نیز گواه این مهم است که رژیم میداند اگر ملت اراده کنند سرنگونیشان حتمی است اینکه ملت ایران چه زمانی اراده کنند و تصمیم بگیرند که از این شرایط خفتبار رها شوند بستگی به عوامل مختلفی دارد که هموطنان درون میهن که بی تفاوت نیستند و دستی در روند پیشبرد انقلاب ملی ایران دارند باید بر روی آنها و چگونگی تقویت این عوامل کار کنند و خوشوار آن را از خانواده تا درون جامعه گسترش دهند شک نکنید این انقلاب ملی با اراده و همت این مردم در کوتاهترین مدت امکان پیروزی را دارد کافی است که به باور و اراده برای این پیروزی برسیم در همین ارتباط میلاد محمدی برادر شهریار محمدی از جان اعتراضات سراسری در بوکان با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود مردم ایران را به اتحاد بیشتر برای مبارزه با جمهوری اسلامی دعوت کرد به نام خواهرم جینا به نام زن زندگی آزادی میلاد محمدی مبارز وطن و برادر جاوید نام شهریار محمدی از شهرستان بوکان هستم از تمامی مردم ایران درخواست دارم در راستای این انقلاب زن زندگی آزادی و سالگرد محسا امینی به خیابانها بیایند و از دیکتاتوران نترسند اونها از ما میترسند به عنوان مبارزی که از روز اول اعتراضات بوده هم اعلام میکنم این حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی از ما میترسد و جرأت نمی در, در برابر مردم ایران به ایستد اما ما به اتحاد ملی نیاز داریم این بار همراه کردستان و بلوچستان باشیم این بار با اتحاد ملی از تمام نقاط ایران مرگ بر خامنه بگوییم مرگ بر دیکتاتوری بگوییم ما پیروز هستیم از تمام شما درخواست دارم این بار همراه هم باشیم و نترسیم از توب و تانک های اونا نترسیم از هیلیکوپتر های اونا نترسیم اونا فقط قدرت خودنمایی دارند. اونا جرأت ندارن در برابر مردم بایستند. اما ما اتحاد میلیونی لازم داریم. از مردم تهران و شهرهای دیگه بزرگ درخواست دارم. همراه مردم باشید. به خیابان ها بیایید. حتی اگر مبارزه نکردید حداقل داخل خیابان ها باشیم. به امید آزادی ایران زن زندگی آزادی مرگ، بر خامنه ای مرک بر دیکتاتور در همین بین اما یک منتقد علی خامنه ای در ارتباط با عکس زیر این چونین او را خطاب قرار داده است که جای تعمل و تعمق فراوان دارد جناب خامنه ای عکس زیل این نوشتار وضعیت شهرک اکباتان در 25 شهریور 1402 می باشد این نما اگرچه تصویر گوشه گوشه سرزمین تحت رهبری جناب عالی نیست اما به جرعت می میتوان گفت که دیروز بر هزاران جای این مملکت چون این وضعیتی حکم فرما بود است از هم های حضرت عالی بارها شنیده بودیم که خداوند رحمان و رحیم است و در تفسیر آن گوشت میکردند که اگرچه رحمت الله تعالی در آن دنیا تنها شامل مؤمنان و بندگان نیک او میگردد اما در این دنیا از بخشش و گذشت وی نه فقط اهل ایمان که کافر و فاجر هم نصیب میبرند اینان به ما گفته بودند که خاتم و نبیین رسول رحمت و مهربانترین مخلوق خدا نسبت به بندگان پروردگار عالم بودند گفته بودند که خاک رو به ریختن یهودی به قد و قامت خود را به دل نگرفت و تا شنید که بیمار شده به ایادت وی شتافت آری قبل از استقرار این حکومت که بنا شد نظامی مستقر شود که زمینه ظهور را فراهم آورد به ما گفته بودند که قرار است علوی بر ما حکم برانید و در این سرزمین کسی خلخال هم از پای یک زن یهودی نتواند درآورد گفته بودند حاکمش آنقدر مردمی است که اگر بیگانه در جمع ما حاضر شود توان تشخیص وی از مردم عادی کوچه و بازار را ندارد گفته بودند که از تضییع حقوق قاتل خود نیز اندیشناک می گردد و به فرزندان خود سفارش می کند که رعایت حال او را بکنند و مبادا درباره او جفا شود. گفته بودند این حکومت در امتداد حکومت اندیاست لذا قرار است با فرعون هم از در مهربانی درآید در و با آنکه انا رب کمال اعلا گفته با قول لین و نرم به گفتگو بنشینند. گفته بودند که حاکمش چونان عدل پرور است که اگر نزدیکترین کسان او چون قنبر، زینب و عقیل از حدود الهی ذره‌ای غفلت کنند، کوچکترین اغمازی در برخورد با آنها نخواهد نمود. گفته بودند که چونان در میان مردم داوری خواهند کرد که دشمنترین مردمان نیز در رسای او شیون کنند و در ازایش گریه نمایند. حضرت آقا از وزیر کشور دولت تحت امرتان جناب سردار وحیری بپرسید که فقط دیروز چند نفر را دستگیر و روانه زندان کردند اگر صلاح میدانید دلیل آن را هم بپرسید سوال کنید که چه تعداد بذر نفرت کاشتند چقدر مردمان این دیار را از دین منزجر نمودند بپرسید مردم چگونه و با چه شکل و شمایلی به گزمه های سیاه پوش عبوس خشن و به نزاکت شما نگاه می کردند. آری حضرت آقا از ارتش آتش به اختیارتان بپرسید چرا والدین محسا را بازداشت چند ساعت اسیر کرده و بعد در خانه هستشان نمودند یعنی یک پدر و مادر داغ دیده حق حضور بر سر مزار دلبند به ظلم کشته خود را هم ندارند ولی امر مسلمین جهان قرار بود والی این نظام با راهبرد اشداء و علی الکفار و روحما و بینهم بر این مردم حکم براند لشکرکشی دیروز شما حاکی از این نیست که بسیاری از مردم این سرزمین از نگاه شما در زمره دشمنان این مرزوبوم بوم قرار دارند گیریم چند روزی به این منوال بر تخت ریاست بنشینید گمان دارید که این شیوه حکومتداری دوام خواهد داشت گیریم بر خلاف رسم تاریخ بتوانید با استبداد تمام ادامه دهید آیا این گونه ماندن برای آنکه خود را همسان حکومت پسر ابوطالب میداند ارزش هم دارد حتما که دارد مگر در جواب دوست دیرینتان نگفتید که جواب خدا با من شاید من کچفهم باشم اما از این رسم مملکت داری و از این گفتمان شما میتوان نتیجه گرفت که مردمان پر بیراه نمیگویند که نه خدایی هست و نه قیامتی که اگر بود حضرت علی نه چنین عمل میکردید و نه چنین مسئولیتان را به عهده میگرفتید شاید هم درست گفتند که خداوند نماینده شما در آسمان هاست و به این جهت هست که جنابالی ترسی از عقوبت دار عقبا ندارید عزت زیاد یاران و همراهان عزیز به پایان این برنامه خبری از کانال کیوسک رسیدیم بی منتظریم تا نظرات شما را در ارتباط با این اخبار بشنویم فراموش نکنید با لایک کردن این ویدیو یاری رسانه تیم خبری کیوسک باشید مانا و جاودان باشید پاینده ایران